سلام، به محور امشب خوش آمدید. با آنکه یک هفته شده که هیئت فنی طالبان برای نظارت از شیوه آزادسازی زندانیان این گروه به کابل آمده، اما ظاهراً به علت اختلاف ها تا کنون روشن نیست که روند رهاسازی زندانیان طالبان چه زمان آغاز خواهد شد. منابع نزدیک به طالبان گفتند که اگر بنبست در این باره همچنان ادامه بیابد، گفتگوهای این هیئت فنی با حکومت افغانستان احتمالا متوقف خواهد شد. منابع نزدیک به طالبان گفتند که این هیئت سه نفری به نمایندگی از شوراهای کویته و پشاور به کابل آمدند. یک گزارش را در این باره ببینید. در حدود یک هفته می شود که یک هیئت سه نفری طالبان برای نظارت از شیوه آزادسازی زندانیان این گروه از زندانهای کشور به کابل آمدند. حاجی عبدالفتاح، حاجی ابراهیم و حاجی محمد اختر سه تنی هستند که به گفته منابع نزدیک به طالبان به نمایندگی از شماری از شوراهای این گروه در پاکستان به کابل آمدند و هر سه عضو این هیئت اعضای کمیسیون های زندانیان طالبان هستند. دغه هیئت چې دی دا درې کسه دي، دا یو د پېښور د طرفه به وي، یو د کوټې د طرفه، یو د داخل. قرار بود که روند آزادسازی زندانیان دو طرف هفته پیش آغاز شود، اما آنچه که مطرح کردن پیش شرط ها از سوی حکومت گفته می شود این روند را به تاخیر انداخته است. از طرف دولت قیودات وضع می شود و پیشنهاد نو صورت می گیره. امارات اسلامی شاید ابلاغیه در ارتباط صادر کنه و مذاکرات هیئت تکنیکی خود را با هیئت تکنیکی دولت متوقف بسازد. ریاست جمهوری از برداشته شدن آنچه که گام های عملی در این باره می گوید خبر می دهد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمامی گام های بنیادین را به خاطر رسیدن به صلحی که خواست مردم افغانستان است برداشته. حال باید طالبان تعهدشان را در راستای کاهش خشونت، قطع جنگ و خشونت ثابت بسازند و به گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان حاضر شوند. مهمانانم برای بعض در این باره آقایان محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، و نصرالله استانکزی، استاد دانشگاه کابل هستند. مهمانان گرامی، با بعض خوش آمدین. آقای استانکزی، بسیار خوش آمدین. شما همچنان بحث اختلاف های درونی تنشا میان آقای غنی و آقای عبدالله، اتفاقا همزمان با آمادگی برای یک جنگ منطق و گفتگو با گروه طالبان همراه شده. این اختلاف ها ظاهرا متاثر می سازد جنگ را که در راه است با گروه طالبان. با تقدیم سلام عرض کنم که با تاسف ما در یک وضعیت بسیار خوب قرار نگرفتیم. از یک طرف اختلاف بین دو دکتر صاحب بس که شما بر اشاره داشتین، تمام روند زندگی عادی افغان ها را، از جمله بحث بسیار اساسی که بحث صلح هست، این را به چالش برده. از طرف دیگه معضله کرونا به عنوان یک چالش جهانی و ما را هم شدیدا متاثر ساخته، مردم ما را متاثر ساخته. از نظر روانی این دو فشار میتونه که به طور کل ذهنیت عامه مردم افغانستان را متاثر بسازه. باورم این است که یک فرصت بسیار مناسب و خوب برای صلح بر افغانستان به میان آمده بود و هنوز هم وجود داره. ما نباید از همه چیز به خاطر اقتدار و قدرت سوء استفاده بکنیم. ما باوریم است که در نهایت امر این زندانیان ها خواهند شد، اما این بهتر خواهد بود که به مالکیت دولت افغانستان و در چارچوب قوانین نافذ افغانستان اینا رها شون، نه ای که باز یک مرجع بین المللی بیای فشار بندازه و تجربه هم نشان داده باز برای های ای افراد اقدام صورت. خب در بحث فرصت برای آمدن صلح که شما اشاره کردین، برش فرصت برای حل اختلاف ها و تنش ها میانه به قول شما دو دکتر هم موجود است؟ بله کاملا، به دلیل از اینکه من فکر میکنم که منافع مردم افغانستان این فرصت به میان آورده که طرفین باید از این فرصت استفاده بکنن و
و امو افکار خودشانه نظریات خودشانه نباید به حد برسانند که در او منافع ملی مردم افغانستان سر ما ببینم و این شخصیت ها در تاریخ با خدای نخواسته با نامهای بد ثبت شوند. تشکر. آقای محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان همچنان در برنامه با ما پیوسته. آقای محقق بسیار خوش آمدین. نگرانی وجود دارد درباره وضع کشور که ناشی از ادامه اختلاف ها میان آقای غنی و آقای عبدالله است. فکر میکنین که چیز و یا هم روزنه برای حل این تنش ها در میان است؟ سخنان آقای غنی را شنیدین حتما در یکی دو روز اخیر و همچنان واکنش سپیدار را که گفته حوصله و صبر نباید پاداشش ناامیدی باشه. بسیار تشکر. سلامت باشین. در رابطه با مسئله بین ارگ و سپیدار یا تیم ثبات همگرایی و تیم دولت ساز، باید یادآوری کنم که چند پیش وزیر خارجه امریکا که آمد، هر دو طرف دیدن و تشویق کردن برای که یک حکومت مشترک بسازن و جدا جدا هر کدامش دیدن و یک جا باز دیدن، باز دو نفر بین خود نشستن و نتیجهش این شد که نتوانستن یک گپ قناعت بخشی را با او مهمانی که آمده بود بگوین و اونا هم در حقیقت سفرشان به قطر یک نوع اختاری هم حساب می رفت در ازی که اگر شما کنار نیاین دیگه اینجا کسانی هست که با اونا بتانه گپ بزنن. دیگه اینا همه حرفایی بود که واقع شد، ولی اونا باز هم تحریم های خود اضافه کردن، یعنی تحریم به این معنا که یک میلیارد دلارشان را کم کردن و گفتن دیگه پروژه ها را ما باز سرش تجدید نظر میکنیم. اما میگن ناله هرچند با اثر باشد نرود، میخواهن این بر سنگ. این زیاد تاثیر نکرد و عکس العمل های ارگ هم خوب نبود و گفتن که ما یک میلیارد جبران میکنیم، یعنی ما قبول نمیکنیم برزی که یک حکومت مشترک بسازیم. گرچه دکتر عبدالله در این رابطه انعطاف زیاد نشان داد، گفتن در طی ده روز باید به یک نتیجه مشترک برسیم، اما بسیاری هایی را اما نقطه ضعف دکتر عبدالله تلقی کردن یا اینه که ناامیدی و شکستش را تعبیر کردن، ولی در واقعی بود که دکتر عبدالله میخواست یک فرصتی بتانه به یک تفاهمی بروی یک حکومت که مشارکت ملی باشه و تفاهم برسن. اما معلوم میشه که میانجیگره های آقای غنی جناب همواره تاکید کرده که استاد سیاف و اخیرن آقای استاد خلیلی و آقای قانونی هم به یه پیوستن و هنوز هم یعنی به نتیجه روشن نرسیدن. اینا نشان میده که مشکلات خوب زیاد است، یعنی مشکلات کم نیست. بس حکومت همه شمول آقای غنی توضیح داد که حاضر است تشریفات و امتیازات یک معاونش را بر آقای عبدالله قائل شود، در کنار از این میتونه آقای عبدالله فهرست از نامهای افراد شایسته اطرافش را در اختیار ارگ قرار بده تا در کابینه نقش و سهم داده شود به اونا. فکر میکنین که همین میتونه یک فرمول برای ایجاد حکومت همه شمول باشه یا فرموله که نزد آقای عبدالله و شما است متفاوت تر است؟ اینطور است که هر دو طرف تعریف کردن، هر دو طرف خود رئیس جمهور خواندن، اعلام کردن و هر دو طرف برنده گفتن. بعد از او یه پیشنهادی که آقای غنی به آقای عبدالله کرده زیاد متوازن با این حرف ها نیست، یعنی
مانایی که آقای دکتر عبدالله بره شورای صلح پیش ببره و مانایش ایسته که کنار رفتن از مسائل سیاسی هست. و یک کسی که به انتخابات میره و یک کسی که به اصطلاح میلیون ها نفر پشتش استاد میشه و برای رای و برای انتخابات، او باز بخاطر کنار رفتن از مسائل سیاسی انتخابات نمیکنه. او میخواد که در سیاست باشه، در حکومت داری باشه. ولی آزاد نظر من است که یک فرمول پیدا شوه که هر دوتا آل تقاضای جامعه جهانی مهمی است، تقاضای ایالات متحده که آل پارتنر اصلی افغانستان است مهمی است، تقاضای مردم افغانستان و تقاضای میانجی ها ای است که یک تفاهم برسن و یک حکومت مشترک جور شوند، خصوصا این که زیاد کسی دل خود به حکومت هم خوش نکنن، برازی که یک دولت مستعجل است، یعنی زیاد طولانی عمر نداره. سر یک حکومت مستعجل و یک دولت مستعجل این همه لجبازی به نظر زیاد معنا پیدا نمیکنه. چون خب همین مسئله که شما فرمودین میتونه بگونه آقای عبدالله را یک دیدگاه ببخشه که بگونه کنار بر از این تنش ها و منتظر یک فرصت دیگر برای رویارویی و رسیدن به قدرت یا ریاست جمهوری و یا هر چیزی که عنوان میشه رو بیاره. یه دیگه جاده یک طرفه نخواد بود دیگه، هر دو طرف باید سرزه فکر کنن که آیا میارزد این همه جنجال و ماجرا یا نه؟ آیا افغانستان به یک لب پرتگاه بردن به صلاح هست یا نیست؟ بسیار خوب، یعنی فکر میکنین که ادامه این وضع رفتن افغانستان به لب پرتگاه است؟ وقتی که دو تیم با هم جور نه، وقتی که سفارایی در یک بحران شود، افغانستان از یک طرف هم طالب و طالب هم که هست کاهش خشونت، فقط میتونه برای امریکایی توجیه کنه که ما نه امریکایی رو نمیزنیم، یا آقای غنی رو کمی دلش خوش کنه که دستر هر کمله نکنه، اما یا شهر کابل یا شاراها. اما دیگه جای افغانستان خود جنگ بسیار شدید است دیگه، شما میفهمین که در بدخشان جنگ کردن، یک ولسوالی سقوط کرد، در قندوز جنگ است، در تخار جنگ است، در فاریاب جنگ است، اخیرا یک فصل نوی را آغاز کردن که طالبا کمر به هزار کوشی هم بسته کردن، طرف کوهستانات شمال که مناطق هزارنشین است سر عبدالگان حمله کرد و سر دریسوف دیروز حمله کردن، حالا هم لشکرکشی داره. یعنی از یک طرفی جنگ خانه منسوز و از طرف دیگه هم بازی جنجالا، اقلای کشور باید فکر کنن که تشکر نظاره کم کنن. بسیار خوب، حال بعض چونین پیش آمده متاثر شده روند صلح افغانستان از تنش ها میانه آقایان غنی و عبدالله، طالبان هشدار داده که ادامه این وضع و متوقف شدن گفتگوهای هیئت فنی این گروه با حکومت افغانستان خواهد انجامید، فرصت در حال از دست رفتن است، فرصت صلح. آماده این همه بحرانهای ناشی از همین تنشها استیم و در فرجام مقصر کی خواهد بود در این همه تزلزل های سیاسی که بار آمده از همین تنش ها؟ موضوع مقصر و عدم مقصر خوب باید افکار عمومی جامعه ما رو تشخیص بده که کی هست، و بازم بحث از کی مقصر است کی نیست این مسئله هم زیاد ثمره خلاف نداره، برای از اینکه بسیار مقصرین هستن کسی ملامت نمیکنه. اما مهم است که افغانستان یک بار دیگه به دامن یک بحران چیز میره، جدی میره. طالبا هم که توافقنامه امضا کردن
خب توقع از اونا خواهی است که هم شهید شوند، هم غازی شوند، هم سید سالم خانه برند، اونا میخواهند هم بندی هایشان آزاد شوند و هم جنگ پیش ببرند و هم مناطق تصرف کنند. خب یک نه، خب کارهای همه جانبه اونا هم دارند. دولت افغانستان هم میخواهند که از این زندانی هایی که در گروگان خود دارند بهرمندی سیاسی ببره و جهت های دیر فشار بده، یا امریکا را یا طالبان را که یا بین قدما مذاکره کنین، یا امریکا ما را بشناسه بر رسمیت، یا تو از هر کدوم میخواه از هر چیزی برای خود استفاده کنم. مهم ایست که مردم میگه گور پدر مردم افغانستان که در کجا میره، هر کس پای مقصد خود دلبری کنه. تشکر. با بسیار کوتاه آقای محقق، این تانش ها تنها محدود به افغانستان نمانده، در آغاز واکنش امریکا به این تنش ها را شما یادآور شدین که قطع یک میلیارد دلار کمک های این کشور به افغانستان بود. اگر سلسله همچنان ادامه بیابه، افغانستان نزد همکاران و حامیان استراتژیکش به اعتبار شده، گزینه بعدی و با اعتبار طالبان است. والا یه رقم است که تعجب نباید کرد که امروز امریکا یک حکومتی داره که او شعارشی بوده که ما بهوده در آسیا چند تریلیون دلار خرج کردیم، ما باید به خانه‌های من برگردیم، ما باید پول برای مردم خود پیدا کنیم، پولا را زیاد در جای دور خرج نکنیم. اگه این گپ یک واقعیت پیدا کنه و اگر سیستم امریکا ما میره تایید کنه که گپ رئیس جمهورشان است، خب اونا وقتی که اینا جور نامدن خود من یک کسی رو پیدا میکنه که قول و قرار بکنه قدش که دیگه مزاحمتشان نکنه. تشکر. ولی اونا باز حکومتشان تایید کنه. تشکر. احتمال هست، اما او احتمال نهایت بحران نخواد بود. او جنجال به یک قسم دیگه یا جنگ به یک قسم دیگه دوام در افغانستان خواهد کرد. تشکر. راه حل است که باید همه طرف ها بشنن یک صلح را در بین برن که دیگه در افغانستان جنگ نشود. بسیار خوب. تشکر آقای محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان. استاد، شنیدین کل اظهارات و دیدگاه های یکی از طرف های تنش ها میان حکومت و آقای عبدالله دست انتخابات ثبات همگرایی را که مدعی ریاست جمهوری است. از همین سوال با شما اثر میگیرم، این کارها به اتفاقی، اختلاف نظرها، تنش ها، کوتاه نیامدن و تمکین نکردن به مردم و خواست مردم، راه را بر رسیدن طالبان به قدرت هموار می سازن. بسیار طبیعی است. بدلیل ازی هموار می سازن که از یک طرف چونین وضعیت بر کسایی که در دفاع از جمهوری اسلامی افغانستان بالفعل در جبهات گرم می جنگن، روحی از اینا رو تضعیف می کنن. از در جنگی می تانه که گروه مقابله بس که استاد محقق برای اشاره داشت که در قسمت های مختلف افغانستان هم جنگ ادامه میده، زمین پیشه بیره مصاحب بسنه، چون او روحیه داره، انگیزه داره، بدل لذی انگیزه داره که دشمن اصلیشان که امریکا بود رو به زنو در اردوهای رو برسمیت شنا. رئیس جمهوری اگه بر قدرت حتی پیش از کرونا با ملا برادر بر این 35 دقیقه صحبت میکنه، مانایشیز که اونا روحیه میگیره. در جبهه مقابلش که دولت افغانستان است، سیاسی نزیان اون سر اقتدار می جنگن. یک، دو، امریکا در منطقه می خواهی حضورش داشته باشه و ایره در وجود هر کسی. ما در این بحث در این میز شما و فکر می کنم با جناب شما این بحث ما پیش تر مطرح کرده بودم که برای امریکایی ها تاریخ نشان داده که ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری گپا فقط شعار بوده. بران بر از اینا مهم است که منافعشان که تامین میکنه،
یک از دایدهایی که در منطقه وجود داره داعش هست و طالبان با داعش دشمن هست می جنگ. و ما اگر در کابل با چنین اختلافات پیش میریم توجه دارین که دیگه ما مستوانه ای را نداریم که ام با طالب بجنگیم، ام با داعش بجنگیم، ام روحیه وجود نداشته باشه، ام یک میلیارد دلار کاهش پیدا بکنه، ام کرونا وجود داشته باشه که سربازم باید خود از کرونا نگاه کنه، ام از جنگ خود نگاه کنه، ام از دشمن خود نگاه کنه، ام باید فائق باشه، ام با دشمن نیرومند مثل طالب و داعش باید بجنگه. این توانایی را خود به خود انگیزه جنگ از بین میره و زمینه از این مساعد میشه که یک نیروی سالس که طبیعتاً از نظر نظامی و قدرت و اقتدارش ممکن است طالب بیا بگیره. خب حال به همین مسئله تنش ها ارگ پیشنهاد کرده ریاست شورای عالی صلح و رهبری روند صلح را به آقای عبدالله و همچنان فهرست از نام های اطرافیانش خواسته تا در کابینه صح بیابند، اما طرف آقای عبدالله این را نپذیرفته. اخبار امروز تاکید بر ابطال نتایج آرا است. کاملا به فکر میکنم که ابطال آرای انتخابات کمینا وقت و دیر خواهد بود. گذشته یعنی حال این چرا؟ دلیل دارم. دلیل دارم. دلیل نیست که آقای عبدالله این را میپذیره که با آقای اشرف غنی وارد حکومت شود. طبیعتاً این تقاضا را تا حال شاید نکرده باشه که آقای اشرف غنی از پست ریاست جمهوری کنار بره تا آقای دکتر عبدالله بیه. طبیعتاً مانعش است که آدم دوم بودن هم پذیرفته غیر مستقیم. پس تحلیف و بینا ببینن خود به خود به ابطال برده او را. متوجه هستین؟ این چانس بسیار کاهش پیدا کرده برای دکتر صاحب عبدالله. یعنی بس منتفیست باید آقای دیگر بله 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 ببین. و از طرف دیگه اگه دقت بکنین، اگه چونین یک حالت به میان بیاد تصور بکنین در وضعیت بحرانی که ما قرار داریم اینو بحرانی تر میسازه، این به صلاح مردم افغانستان نیست. و ما از زبان خود دکتر صاحب عبدالله شنیدیم که من نمیخوایم که عامل بحران در افغانستان باشه. طرف چی میخواه؟ طرف فکر میکنم که صلاحیت اجرایی میخواه و دقیق اگر صلاحیت اجرایی میخواه باز این صلاحیت اجرایی در ریاست شورای صلح یا شورای مصالحه بوده نمیتونه، صلاحیت اجرایی نداره. حکومت چی برخورد داره با این خواست ها تا حال؟ تا حال شما از طریق شما از طریق رسانه ها چیزی که به دست ما مردم قرار میگیره و این است که حکومت در موضع خودش است و میگه که ما در یک کابینه خبر شمول یا مشارکتی اعضای تیم دکتر صاحب عبدالله شامل کار میسازم و خودش هم یک موقف وظیفه میتونم تا برم از پروسی سالا پیش برم. باور ما ایست که حکومت افغانستان و ارگ به طور مشخص نمیخواه که این بار بر دکتر صاحب عبدالله صلاحیت اجرایی بده و این بنبست را تقویت میکنه و یا طبیعتا تا فعلا نیست که بنبست را تقویت کرده. اگر ترش چنین ادامه بکنه تبعات ناگوار خواهد داشت. راه حل به گونه انعطاف هر دو طرف هست یا یک جانبه هم قابل حل است؟ به نظر من انعطاف هر دو طرف چون منافع افغانستان تقاضا میکنه که معمولا در فرهنگ ما شما در جرگه ها در این موضوعاتی که مربوط به انصاف و مصالحه و گپا میشه هر دو طرف و اصطلاح عقب نشینی میکنن از بعض چیزها را از دست میدن برای دست آوردن گپای کلان. و به نظر من در افغانستان کلانترین هدف هر سیاسی باید این باشه، از بزرگای ما باید باشه، از هر افغانی باید باشه که ما در شرایط قرار داریم که باید منافع اولیای مردم افغانستان و منافع ملی افغانستان در نظر بگیریم. ای که از نظر قدرت ما چیزی را از دست میتیم یا اندک نزول میکنیم یا تنزل میکنیم، به عقیده ما این تنزل میارزه به ای که ما منافع مردم افغانستان را تامین بکنیم. بسیار خوب. حال به بحث های حامیان جهانی افغانستان هم مطرح هست. افغانستان متکی است به کمک های جامعه جهانی به ویژه حکومت افغانستان به خاطر ادامه کارش و ادامه نظام و حفظ نظام. واکنش امریکا به خستین واکنش قطع یک میلیارد دلار کمک بود که بی گسترده تر خواهد شد. زمین اساس از ظاهرا حکومت افغانستان است. به اقدام آقای غنی در باره تقسیم وزارت مالیه هم خواست ها را در باره مشروط شدن کمک ها به لغو این فرمان معطوف کرده. اینا همه
به نشانه های بحران و خطرناک شدن وضع است. بله ببینین، ما قبل از اینکه سر بود سیاسی بحران گپ بزنم، بحث وزارت مالیه رو شما مطرح ساختین. متاسفانه از بیشتر از یک سال میشه که حکومت افغانستان خلاف قانون اساسی به چنین اقدامات متوسل میشه، مثلا ادغام وزارت خانه ها در هم دیگر، انحلال بازی وزارت ها. این آگاهانه است. ببینید این آگاهانه است یا به چه هدف پیش میره، این باید ارک جواب بده یا کسایی که تصمیم میگیره باید جواب بده. مطابق با احکام قانون اساسی ما واحدهای اداری مرکزی داریم که هر واحدش وزارت است، و ادارات محلی داریم که هر واحدش ولایت است. ایجاد، الغا، تعدیل هر وزارت بعد از تصویب پارلمان افغانستان اعتبار داره، یک حرکت اجرایی نیست و اینا متزلزل میسازه حکومت، خلاف قانون اساسی است. تشکر. بران تجزیه وزارت مالیه هم مخالف قانون اساسی واقع میشه، هر حرکت خلاف قانون اساسی میتونه در شرایطی که ما قرار تشکر معذرت میخوایم ما را تضعیف بکنه و انوز بحران عمیق‌تر بسازه. تشکر آقای بسانگزی استاد دانشگاه کابل از اینکه وقت گذاشتین و در برنامه ما تشریف آوردین. سلامت باشید. ادامه محور تا چند لحظه دیگر. اوضاع پیچیده سیاسی در افغانستان و پیامدهای گسترش ویروس کرونا در امریکا نگرانی ها را از کاهش کمک های امریکا به افغانستان بار آورده. برخی از آگاهان مسائل سیاسی در کشور می گویند که بحران در امریکا احتمالا سبب کاهش کمک های امریکا به افغانستان خواهد شد. ایالات متحده امریکا که بیشترین شمار مبتلایان را به ویروس کرونا در جهان دارد، در نظر دارد که بیش از 6 تریلیون دلار برای پیکار در برابر ویروس کرونا هزینه کند. واشنگتن هشدار داده که اگر رهبران سیاسی افغانستان به یک توافق نرسند، شاید این کشور از کمک‌هایش به افغانستان 1 میلیارد دلار بکاهد. بیکار شدن بیش از 6 میلیون تن در یک هفته در امریکا در پی شیوع ویروس کرونا، هزینه های هنگفت حکومت این کشور برای جلوگیری از گسترش این ویروس و به تعویق افتادن کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری امریکا از چالش هایی هستند که این کشور با آنها روبروست. کنگرس امریکا یک بودجه بیش از 2 تریلیون دلاری را برای مبارزه با ویروس کرونا تصویب کرده است. اما این هزینه های هنگفت امریکا که یکی از بزرگترین پشتیبانان مالی حکومت افغانستان است، بر کشور چه اثرهایی خواهد داشت؟ چون این تغییر اولویت ها باعث این شود که ایالات متحده امریکا بیشتر متمرکز به اعضای داخلی کشورش شود و میتونه که تاثیر مستقیم برای روند صلح افغانستان، برای روند کاهش بحران سیاسی افغانستان شود و در طویل مدت گفته میتونیم که چون این تاثیرات اقتصادی میتونه که باعث کاهش کمک ایالات متحده امریکا در افغانستان نیز شود. ما امید داشتیم که در سال 2020 در آگوست که کدام کنفرانس جهانی میشه به خاطر بودجه و کمک های جهانی، جلب کمک های جهانی، مگر متاسف هستیم امیدواری های ما توسط ویروس کرونا قطع شده. این در حال است که پیش از این وزیر خارجه امریکا در سفرش به کابل هشدار داد که اگر رهبران سیاسی افغانستان به توافق نرسند، شاید این کشور 1 تا 2 میلیارد دلار از کمک‌هایش را به افغانستان کاهش دهد. ادامه بحران کرونا، وضع ناهنجار اقتصادی در امریکا و قطع کمک‌ها به افغانستان، ادامه این وضعیت نمیتونه نظامی موجود پا بر جا بمانه و ضمانتی وجود داشته باشه. فکر میکنم بحران دیگری افغانستان را تهدید میکنه. This is a crisis like no other. این بحران همانند بحران‌های دیگر نیست و صندوق جهانی پول هرگز در تاریخش گواه این وضع نبوده است. ما در حال رکود هستیم. این به مراتب بدتر از بحران مالی است. هزینه هایی را که امریکا برای پیکار در برابر ویروس کرونا در این کشور مد نظر گرفته است به پیشینه هستند. ایالات متحده سالانه به افغانستان بیش از 4.5 میلیارد دلار کمک می کند.
مهمانانم در این بحث آقای نذیر احمدزی فعال سیاسی و دکتر ادریس رحمانی پژوهشگر روابط بین الملل هستند که آقای رحمانی از پنسیلوانیا آمریکا در برنامه با ما پیوستند. ما بحث را با آقای احمدزی آغاز میکنم. جریان ها را شما نظارت میکنین و شاهد هستین در درون. تنش ها همچنان میان آقای غنی و آقای عبدالله ادامه داره. آقای غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام شده و آقای عبدالله مدعی است که رئیس جمهور افغانستان است و مراسم تحلیف هم برپا کرد همزمان با مراسم تحلیف آقای غنی. اما پا بر جا بودن این تنش ها سبب شد تا وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای پادرمیانی به کابل بیاید که بعد هم روشن شد که نتیجه ناکامی این پادرمیانی آمریکا برای حل این تنش ها به قطع یک کمک یک میلیارد دلاری آمریکا به افغانستان انجامید و همچنان در جنب ازی خواسته شد از سیاستگران افغانستان تا تنش هایشان را به زودی از میان بردارن و یک حکومت فراگیر را همشمول ایجاد بکنن که ظاهرا در این زمینه تا اکنون پیشرفت وجود نداره. این مسئله قطع کمک های امریکا به افغانستان بر اوضاع کشور اثر گذار است؟ آقای احمدزی بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو رحمانی صاحب تا ولیدون کارودون کوتا سلامونه اونی که هلی علیکم. طبعا دا تاثرات هم په مملکت اقتصادی بخشمانی لري هم په سیاسی بخشمانی او هم دا رقم ته په صلح همانی ځکه افغانستان اوس په ډیرو نازکو حالاتو کې قرار لري. تاسو ګورئ چې یوې خوا ته د موږ له طالبان سره د صلح موضوع روانه ده، له بلې خوا نه د کرونا یا وایرس هغه سوپر طاقتونه یا نړۍ پرمختللي هیوادونه یې ډېر زیات ورخطا کړي دي. دا یو بله موضوع ده او په داخل کې دغه سیاسي اختلافونه دا یو هم د ملت په نفع نه دي. موږ همیشه دا غوښتنه کړې وه چې باید زموږ سیاسیون حالاتو ته په کتو سره دوی یو اقدام وکړي. په داسې حالات کې اوس موږ قرار لرو چې سیاسیون د یو ازمایش په حالت کې دي. ملت ورته ګوري چې په داسې سختو شرایطو کې څوک کولای شي چې ملت له دغو مشکلاتو نه وباسي. ښه خبره به دا وه، دا څو ورځې به تاسو کتلي چې موږ ملي مشر کرزی صاحب همدا رقم ته قدرمند مشر جهادی رهبر استاد سیاب او همدا خلیلی صاحب هم سال نور دوستانو دغه ابتکارات شروع کړي وو. همدارنګه د ولسي جرګې محترم هیئت اداري او د ملت درانه استازي هغوی هم د جرګې یو برنامه وړاندې کړله. نو دواړو مشرانو باید دوی ته احترام په صورت قایل شوي وای او دغه موضوع ته یو حل لاره پیدا کړې وای. تر څو پورې به موږ خارجي هیوادونو نه کومک غواړي، هغوی به راځي، هم مالی مرستې غواړو، هم به راځي، د موږ کور به موږ ته جوړوي. نو د موږ هغه افغانیت او هغه افتخارات او زرین تاریخ دغه ټول ته صدمه رسیږي. بیا هم من حیث یو ولس استازی یا مثلا دوی نه موږ دغه خواهش ته چې دوی مشران دغه حالاتو ته وګوري او په خپل منځ کې سره کښېني. یعنې ولس ډېر زیات خوشحاله و پرون ورځې پورې چې دا موضوع نږدې شوې ده او انشاءالله تعالی حل به سي. نن بیا یو رقم ته بل رقم آوازې موږ واورېدلې، خو بیا هم موږ متیقین یو او دوی هم افغانان دي او دا حالات باید دوی مد نظر ونیسي چې په داسې شرایطو کې قربانۍ ته ضرورت ده. هم باید رئیس صاحب جمهور دا قرباني ورکړي، هم یې ډاکټر صاحب عبدالله ورکړي او هم یې ټیم، ځکه دا په دې نه کېږي په داسې شرایطو کې. او نه افغان ولس نور د دې امتحانونو وس لري چې همیشه موږ دغه ولس امتحان کې اچولی چې د خپل قدرت په خاطر باندې موږ خپل ولس او ملي ګټې هر څه قرباني کړو. نو دا بیا ولس هم نه ورسره مني. یعنې دواړو مشرانو ته موږ دا هیله ترکوو چې دوی په دغه نازکو شرایطو کې باید له زغم نه کار واخلي او د دې مسلې لپاره د یو حل لاره پیدا کړي. ځکه چې نن امریکا موږ باندې کومکونه قطع کړل، همدا رقم ته نور د موږ استراتیژیک دوستان هم د موږ بې اتفاقۍ نه همدغه نتایجو ته دوی رسیږي چې دوی خپل لاسونه له موږ نه هغه کېږو. کله دغه کومکونه قطع سول موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره مواجه سو. تشکر آقای رحمانی، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین، وقتتان بخیر. دید شما چی از ادامه تنش ها سبب شده تا اینجای کار البته در جنب مسائل سیاسی و سقوط حیثیت یا جایگاه سیاسی افغانستان در میان همکاران جهانیش یک میلیارد دلار کمک آمریکا را هم قطع ساخته به کشور، این تنش ها و پیامت هایش بیشتر کدام بخش ها را در نخست و بیشتر میتونه متاثر بسازم؟
با سلام به شما بیندایتان میمانتان. من فکر میکنم که تمام بخشاره. ببینین بحث ایتر میشه آغاز بکنیم. یک مقوله بسیار بزرگ در دنیای اکادمیک مطرح درباره سیاست وی است که سیاست نام دومش هنر معامله است. سیاست اساسا چیزی نیست بجز از این که شما بسیار خوب استعداد کنار آمدن داشته باشین و تمام زندگی سیاسی اقتصادی انسان ها مملو از اختلافات فکری، اختلافات منافع و اختلافات عقیدتی است و ایدئولوژیک است. سوال اساسی است که هر قدر شما در وقت با اختلاف روبرو میشین، اگر از هنر کنار آمدن، چانه‌زنی و معامله برخوردار باشین، موفق میشین، زنده میمونین، پیش میرین، ولی هر قرار در باشین شما با جنگ روبرو هستین، یا باید بجنگین یا باید حذف شوین یا باید ببازین، فقط امی رایش هست. متاسفانه یک واقعیت تلخ دگام که در پهلوی از این واقعیت اکادمیک نقطه سوی است که افغانستان اساساً کشور است که سیاستش بر بنیاد تعامل و معامله مثلا چیده شده. افغانستان در اصل یک کشور است که به اساس معامله بین دو ابر قدرت به وجود آمده. شما وقتی در یک کشوری که اساسش معامله است و اساس خود علم سیاست هم معامله است، میرین به شیوه از کار که یا از بعد ایدئولوژیک یا از بعد سایکولوژیک شما به شق و ضدیت میرین، سرنوشتش همیشه یک چیز است. شما دو رای حل داره، یا ای که قدرت باید داشته باشین که بجنگین و حرف خودتون رو به کرسی برسونین، و یا اگر ندارین در نهایت میبازین، به خاطر که طرف مقابل شما هر قدر در معامله و در کنار آمدن بهتر عمل میکنه، اما قدر تمام کسار از اطرافتان جمع میکنه. بنان آن چی فعلا جریان داره در کابل، چی در حلقه سیاست داخلی افغانستان و چی هم در حلقه سیاست بیرونی افغانستان، یک رشته از اختلافات فکری و ذهنی و منافع مادی است که سیاسیون ناچار هستن دو کنار بیان. حالا چی بین طالب ها و کابل بگن، چی بین کابل و دیگه نیمه کابل بگن، و چی هم بین افغان ها در کل و امریکایی ها را بگن، و یا هم کشورهای منطقه را. ما پیوسته مشکل اساسی که داریم ای است که هنر کنار آمدن درست ناموختیم، چانه زنی درست یاد نداریم، و در این زمان از معامله کردن به اصطلاح یکم آر میکنیم، فکر میکنیم عیب است، و اینمی باعث میشه که پیوسته و در بنبست گیر بانیم. تا اینجا کار چی به نظر میرسه آقای رحمانی در دو طرفه که هم تنش دارن، کم از کم در یک سال اخیر و پس از اعلام نتایج انتخابات به ویژه، کدام طرف بد معامله است و نمیتونه کنار بیاید و وضع را بدتر میسازد؟ من فکر میکنم اگر چهار طرف معامله را مثال بدم، امریکایی ها در معامله کردنشون از همه که بهتر عمل میکنن، خب نسبتا کشور پیشرفته هستند، سیاست به صورت سیستماتیک و اکادمیک در مکاتب درس میخوانند، بعد از اون میرن به تمرینش در داخل چارچوبات نظامشان. طالب ها با بسیار یک به اصطلاح سپرایز عجیب و غریب بهتر از بعد از امریکا بهتر در معامله پیش میرن، بهتر عمل میکنن، دولت بعد از او بهتر عمل میکنه، ولی خب در بین طالب ها و دولت و نیروهای مخالف سیاسی دولت اوقدر زیاد تفاوت بسیار جدی نمیبینن. ما کل افغان ها در نهایت از نظر هنر سیاست بازی کردن در عین سطح به اصطلاح مهارت و دانش قرار داریم، ولی بسیار زیاد به صورت جدیش من فکر میکنم اگر به سطح افراد پایین نشویم، دولت در این مقطع زمان برخلاف انتخابات بیشتر بسیار زیاد دو آتشه‌تر عمل کرده رئیس از معامله و کنار آمدن سر میزنه. برعکس مخالفی سیاسیش در آغاز چنین میکردن، آل برعکس سر معامله را میگیرن، ولی دولت فکر میکنه که اگر اکم بیشتر به موقف خود پایبند بانه احتمالا میتونه طرف مقابل مکمل شکست در. ما تصورم این است که در این مقطع از زمان و طالب ها همچنان این کار از دولت که یک کم بیشتری کار میکنن،
تصور میز در این وقت زمان اگر کس امی طرف سومی یا چهارمی حسابشان که این امریکایی ها حضور نداشته باشند یا ناتو و اینا براین، افغان ها به ناچار میرن به طرف جنگ، به خاطر که چون سر معامله و تعامل هیچ نمیتونن درک بکنند که ای از نظر معیارهای تمدن سیاسی در دنیای امروز کار بسیار زیاد عاقلانه است، نه ای که کار غلط است. ما فکر میکنیم اگر بریم به طرف معامله و کنار آمدن کار غلط کردیم. تشکر. آقای احمدزاده، دید شما چه است؟ به باور آقای رحمانی، حکومت نسبت به انتخابات گذشته و در دور کنونی بیشتر میخواهد که خواستهای خودش را و موقف خودش را جدی بگیرد، هایی که چیزی که تعریف شد سیاست صرف آقای رحمانی معامله بکنه. همین مسئله سبب ادامه بنبست در از میان برداشته شدن مشکل میان ریاست جمهوری و آقای عبدالله است؟ برای حکومت مکلف ده از قانون اساسی پلی کی په افغانستان کې، ځکه موږ تاسو قانون لرو، هر څوک باید دې چتر لاندې ژوند وکړي. د قانون پلی کولو په بخش کې ملت هم دا غواړي او حکومت هم باید دا وسی کولی. هغه څه غوښتنې چې د قانون نه بالاتر دي، هغه باید اول رئیس جمهور هم دا صلاحیت نه لري، ځکه یو ځل موږ او تاسو دغه ازمایش ولیده 15 کاله مخکې یو بحران سره موږ تاسو مخامخ سو، چې د هغې لپاره وحدت ملي حکومت تشکیل سو، چې عواقب یې دا و چې 15 کاله نه هر څه لاسته راوړنې موږ او تاسو ټول لاسته ورکړې، یعنې ډېر طلایي چانس موږ لاسته ورکړو. وجه یې همدا وه چې په قانون خلال ته موجود وه. دا ځل چې کاندیدان دواړو دا تعهد کړی و چې موږ به قانون نه نقض کوو، که ډاکټر صاحب عبدالله وینا تاسو وګورئ دغه رقم ته واو، که د ډاکټر صاحب اشرف غني وګورئ، اوس حکومت مکلف ده چې هر څه وکړي د قانون په چوکاټ کې. موږ دا نه وایو اپوزیسیون یا نور ډلې د افغانستان شموله حکومت، په افغانستان کې ټول اقوام ژوند کوي. حکومت باید د ټول ملتونو آینداره واوسیږي، ټول ملتونه ځان کې وګوري. په دې باندې هیڅ موږه څوک موانعیت نه لري او نه څه هغه کوي. او تاسو ګورئ د حکومت بعضې کړنې که اوس موږ تاسو عادلانه، دا نه چې زه د حکومت نمایندګي وکم، عادلانه خبرې باید موږ او تاسو وکړو. هغه ډلې چې حکومت سره نه وي هغه د حکومت کې شاملېږي ورځ په ورځ باندې، هغې ته اوس ملت هم خوشحاله ده، ځکه افغانستان د ټولو مشترکه کور ده. دلته باید ټول اقوام ځان په حکومت که ببینی خود قانون په چوکاټ کې، نه له قانون نه بالاتر. بله، بس به تمکین به قانون و برخورد برابر با قانون. ما میخوایم نمونه بیارم براتون اگر اجازهتون است. دو کار که پس از مراسم تعلیف و کم از کم در جریان یک هفته اخیر اتفاق افتیده، امیدوار هستم که بر نخوره به طرف ها و بی طرفی حفظ شوه. در بحث پیشتر با آقای سانگزی مطرح شد، تقسیم شدن وزارت مالیه به سه نهاد مستقل که صلاحیت های رئیس جمهور نیست که واکنش برانگیز شده، گماشته شدن شهردار کابل آقای سلطانزوی که درباره شخصیتشان بحث نیست اما اصولا و بر بنیاد قانون باید انتخابی باشه به شهردارها در سراسر افغانستان، اینا نشان میده که بحث قانون مداری نیست. چیزی که مطرح هست و اتهام و ادعا است انحصار قدرت و اقتدار. گوری هر چی قانون مند کیگی دی منگو تاسو بازی قوانین دیر بخوانی دی سیده؟ اوس دنیا ډیره ماډرن سوی ده. هر هغه څه چې د ملتونو په بهتري کې وي هغې لپاره ټول ملت لبیک ورته وایي. دویم دا چې انتخابات شهرداری، اول موږ تاسو د ولسوالیو انتخابات یو پروسه د موږ تاسو کمزوری ده، ولایتي شورا انتخابات نه دي سوي، هغه چې ټول تکمیل سي باوجود د هغې نه بیا ته کولی سي د ښاروالیو انتخابات همدا رقم ته، له دې نه مهم انتخابات موږ تاسو په مخکې لرو، لا تر اوسه پورې نه دي سوي. د هغې لپاره موقع نه ده مسای ده. دا د یو. دویم دا ده چې مثلا که څوک داودزوی صاحب باندې، سلطانزوی صاحب باندې کوم اعتراض لري، سلطانزوی صاحب هم د افغانستان یو بچی ده، دا نه ده. بس قانوني بود شخصیت دی که په ولسي جرګه کې و، هم په دغه کمیسیون کې وخت تیر کړی و، او اوس هم ځکه د ښارسازۍ یا د ښاروالۍ لپاره ځان ته یو چوکاټ موجود ده، په هغې کې معینیتونه موجود دي. دا نه ده چې نوی چوکاټ اوس د سلطانزوی صاحب انجینر نه ده او دی راځي یو څه طرحه جوړوي. دي طرحه پلانونه ټول جوړ سوي دي، تطبیق لاره ده. د هغې لپاره د موږ ټیم موجود ده، اداره موجوده ده. دا ته اوس خلک بانې نه کوي. بس وزارت مالیه را بسیار جنجال برانگیز شد. وزارت مالیه هم خیو په هغه مورد کې په خپله معنی تاسو ګورئ چې ارغندیوال صاحب یو مسلکي شخصیت ده،
لدین مخکم د امتحان سوی ده ان شاء الله تعالی دا غز نه کی دا تشکیلات کی کوم هغه غل ګوره هغه به قانوني باسته تخنیکی باسته دی غیل لپاره دوی خپل مسولین لري تخنیکی باس به وسره کی هلته په هر کوم کو اعضای مجلس نمایندگان را هم دیشب درباره همین بحث اینجا در رسیدی داشتم گفتن این بس کاملا خلاف قانون است و پیش از شما آقای سانگزی که استاد حقوق است اینجا حضور داشتن گفتن که این بس کاملا استوار بر قانون نیست و خلاف قانون است. دیگه از دفاع نکوم از که ارک بخپلا حقوقی مشاورین داری یغونه بیا پکتنه همی را میخواستم بفهم آقای احمدزی واقعا تنش ها و شدت گرفتن تنش ها به خاطر حفاظت و مسئول نگه داشتن قانون است و یا بس هایی که مطرح هستن اقتدار، انحصار و قدرت؟ اول خو مونږ وایو چې د قدرت په خاطر باندې باید دا کشمکش نه وي که هر طرف یې کوي که ارګ یې کوي مونږ غږ پرې کوو چې باید دا ونه کړي ځکه افغانستان ډېر نازکو حالاتو کې ده او که جانب مقابل هم د لیغې نه مو هیله دا ده چې هغه غوښتنې دوی وکړي چې هغه د یو چا په صلاحیت کې زه بل تانه باید دومره غوښتنه وکړم چې تا صلاحیت وي نه هغه څه چې هغه نه د جمهور صلاحیت لري او نه کولی شي نو هغه غوښتنې د دې سبب جوړیږي چې افغانستان یو مشکل سره مواجه کی. بیا هم په دواړو مشرانو مونږ غږ کوو او هیله مو دا ملت منتظر دی ته دا مونږ دا نه وایو دغه حکومت کې را دې سي هر سړی د خدمت جایګاه معلومه ده ښه بهتر خدمت یې وکړي څلور کاله بعد کیدای سي دغه ټول ملت هغه ته بیا رایه ورکړي یعنې څلور کاله بعد رئیس صاحب جمهور پیلي نه قانون اساسي له نگاه نه بیا ځان کاندیدولی سي دا موقع دوی ته مسایده ده خو که دوی په افغانستان زړه ودرېږي او که افغانستان داسې پلمه غواړي نو دغه افغانستان یو بحران سره هسې مخامخ ده د دې سبب به بیا دوی جوړیږي او افغان ملت به هېڅکله بیا دا څوک معاف نه کړي څوک په دې شرایطو کې باید مونږ دا د وروري وخت د وروري لاس ورکو د وحدت لاس ورکو بیا هم زه په جانب مقابل باندې ان ډاکټر صاحب عبدالله په خپله باندې ډېر یو علمي قدر ده ښه هغه ده خو ټیم باندې مونږ دغه کوو چې دغه سړی کندو ته مه غورځوئ هغه د جهادي رهبران دي مونږ ورغله ملي مشر ورغی ولسي جرګه ورغله یو حیثیت یو جایګه پیدا کوله راځي په همدغه باندې ټول د ملت په خاطر دا قرباني ورکو که هر څه هغه تیر سو ولسي جرګې انتخاباتو څومره نیمګړتیاوې پکې وي نو مونږ اوس هغه به م کلک نیولې خو هغه دا نور هم دي مونږ ورونه دي راغله که زه خدمت کولی سم بل بخش کې به یې وکړم که نه هغه د ورونه مې راغلي باید هغو سره همکاري وکړم نه چې دا زه اوس اخره پهم دا نقطه کلکه نیولې. تشکر آقای رحماني. دید در بیرون افغانستان چه است؟ کسانی که حامی افغانستان هستن، همکار استراتژیک افغانستان هستن و روابط دارن، روابط سیاسی و دیپلماتیک با افغانستان، راه حل انتظار کشیدن به یک دور انتخابات دیگر که انتخابات آینده است میتونه باشه و یا فرمول های در ایالات متحده امریکا برای از میان برداشتن این تنشه که بیشتر مردم ازش آسیب میبینه هم روی دست است و روی میز است؟ صادقانه براتون بگویم در دنیای بیرون از افغانستان هیچ ملت و هیچ کشور به طرف افغانستان از این دید سیل از این زاویه سیل نمیکنن که مردم خود افغانستان میکنه و اویست که چطور افغانستان به طرف ثبات بره، چطور روزگارش بهتر شوه، چطور کار شوه که به نفع مردم افغانستان تمام شوه. برعکس اکثر مردم دنیا خصلتاً و طبیعتاً از دید خودشان سر از زاویه خودشان از طرف فکر میکنند چطور افغانستان میتونه برای منافع از اونا در راستای منافع از اونا قدم بگذاره یا چگونه افغانستان از راستای منافعشان به دور میره. در این مقطع زمان اگر منظورتان از امریکا باشه، امریکایی ها به شدت نگران ازی هستند که افغان ها خصوصا سیاسونشان دارن از حلقه منافع امریکایی ها بیرون میبرن و دارن آیست آیست قدم میگذارن به طرف منافع کشورهای منطقه، خصوصا چینی ها، روس ها و ایرانی ها در یک علاقه واسطر اندی ها و پاکستانی ها مطرح هستند. سوال بسیار اساسی که در این مقطع زمان میشه به شکل جدی مطرح کرد و یک تا حد دانشمندای مسائل سیاست در امریکا سرش فکر میکنن اوی است که اگر امریکایی ها و چینی ها به شکلی که دارن پیش می روند برن به طرف یک رویارویی بسیار شدید، حالا فعلا این دو کشور در یک جنگ اقتصادی است، ولی اگر جنگ اقتصادی یک قدم دیگه پیش بره، خصوصا سرنوشتی کووید 19 اگر نشان بده که چینی ها عمدن این ویروس گذاشتن که به بقیه دنیا پخش شود، با تنش ها بسیار بلند خواهد رفت
و در اون صورت با افغانستان و سیاسونش باید تصمیم بسیار جدی رو برو مشمایی است که در این تشدد مثل که بین روسها امریکای شده بود باید یک طرف را بپذیرن و یک طرف استاد شوند. و ها فکر میکنم ما داریم آشتارش تا به طرف دنیای کمک بحرانی تر و خطرناکتر پیش میریم. در این تو یک مقطع زمانی اگر ما از داخل به این شکل پارچه پارچه باشیم بسیار یک زمین شدیار برای کشت طرف های مختلف و چیزهای مختلف خود بدیم. هر کس خواهد آمد و یک طرف را به طرف خود خواهد کشید و افغانستان میره دوباره به طرف یک پارچه شدن بسیار شدید بر شاید به ده ها سال دیگه دوام بکنه. ولی در این زمان فکر نمی کنم رای حلش به دست افغان ها هست، چون وقتی بحران های بزرگ جهانی صورت بگیره ما کشور کوچک و غریب هستیم بسیار با مشکل می توانیم دم پارچه شدن خواهد بگیریم. بسیار خوب. به گزینه دیگر هم نزد ایالات متحده آمریکا است از بیرون شدن افغانستان از حلقه منافع آمریکا در سیاست سخن گفتین. بدیل به نگرانی بار آمده با توجه به توافق که میان آمریکا و طالبان امضا شد، توافقنامه در این توافقنامه تعهد به پیکار با القاعده و داعش در افغانستان شده. بدیل و یا هم جاگزین و یا هم گزینه دیگر به ظاهرا اگر باز همچنان ادامه بیابه طالبان خواهند بود برای افغانستان. طالب ها بسیار زیرکانه و ماهرانه در مسیر تاریخ کم جالبتر عمل میکنن و جالبتر قدم میگذارن. اگر امریکایی ها در یک رویارویی با یک فرض مثال به طور مثال اگر با یک رویارویی با چینی ها قرار بگیرن، من حدس می زنم آقای ترامپ دور دوم انتخابات ببره این رویارویی بسیار زیاد احتمالش بلند است. اگر به این رویارویی قرار بگذارن ما فکر میکنم حضور طالب ها شیوه تفکرشان و شیوه مثلا جهانبینیشان به مثل دوران جنگ سرد برای امریکایی ها بسیار زیاد قابل معامله است، قابل کنار آمدن است، به خاطر از این که امو شیوه دید طالب ها اغرهای چینی را به شدت تشویق میکنن که چین به بحران ببرن و در پهلوی چین در همسایگی چین اگر شما یک کشور بسیار رادیکال مثل افغانستان می داشته باشین و در اصل شما یک ساختار سیاسی رادیکال می داشته باشین و یک دلگرمی بسیار کلان برای مسلمان های چین می شه و برای بسیار کشورهای دیگه در منطقه می شه، برای آسیای میانه می شه تا کشورهای بزرگ منطقه را بیشتر تهدید بکنه و این ناخودآگاه امریکایی ها را در منافعشون کمک می کنه. تشکر آقای رحمانی از حضورتان در بحث و فرصت بسیار اندک است. آقای احمدزاده آخرین پرسش از شما چیزی که آقای رحمانی درباره بدیل برای بزمیان برداشتن این تنش ها و تأمین منافع امریکا در افغانستان گفتن و در پرسش هم مطرح بود، طالبان این بدیل است. نو کچیره واقعا دغه رقم ته د سیاسي نو په منځ کې مونږ به اتفاقی وي او خپل ملي ګټې لپاره لاندې کوي، نو طبعا جانبي مقابل ته دا موقع مساعدیږي ځکه ته هر یو دی یو بل کمزوریان بیانوي، هغه کمزوریان نه جانبي مقابل استفاده کوي او خپل هدف ته ځان رسوي چې دا د دوی ټولو په نقص باندې ده. بیا هم مونږ دا ویلی شو چې تر اوسه پورې حکومت ډېر څه کړي دي، ډېر لاسته راوړنې مونږ تاسو لرو، که دغه په اتفاقي نور هم دوام وکړي مونږ هر څه له لاسه ورکوو او د دې به بیا تکراراً وایم چې ټول ملت به هم دوی جوابګوي او د دې ټوله پلوه بیا د دې سیاسینو په غاړه. ښه خبره دا ده چې خپلو مشرانو ته قدر ورکړي، هغه چا چې منځ کې جرګه کړې دي هغو جرګه ومني او یو تفاهم ته ورسیږي تر څو پورې مونږ دغه ملي موضوع چې صلح ده هغه هدف ته ځان ورسوو. موفق باشین و بیننده های ګرامي ادامه محور هم تا چند لحظه دیگر. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت رهبر شاخه خراسان داعش خبر داده. دفتر مسئول رسانه های امنیت ملی گفته که عبدالله اورگزای مشهور به اسلم فاروقی همراه با 20 جنگجوی دیگر داعش دیروز در کندهار بازداشت شده. اسلم فاروقی باشنده اورگزای ایجنسی پاکستان است و شاخه خراسان داعش را در منطقه رهبری میکرد. ریاست امنیت ملی گفته که اسلم فاروقی در اعتراف نخستینش از ارتباطات گسترده سازمان های استخبارات منطقه با شاخه خراسان داعش پرده برداشته. این نهاد می افزاید که عبدالله اورگزای با شبکه های حراس افغانی دیگر چون لشکر طیبه و شبکه
حقانی نیز روابط نزدیک داشته. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که بر بنیاد طرح تازه نیروهای نهاد رهبران کلیدی شبکه های هراس افغان منطقه‌ای و جهانی را که تهدید به امنیت ملی افغانستان هستند هدف خواهند گرفت. امنیت ملی از بازداشت قاری زاهد مسئول نظامی داعش در افغانستان و ابو طلحه که پاکستانی است و مسئول جلب و جذب داعش در ننگرهار بوده نیز خبر داده. حسین احسانی پژوهشگر گروه های بنیادگرای اسلامی در استودیو برای بحث بیشتر در این باره حضور دارن. خوش آمدین بسیار آقای احسانی. خبر رسیده که رهبر شاخه خراسان داعش در کندهار دیروز بازداشت شده. بسیار کوتاه نخست میخواییم که اثر این را بر فعالیت های گروه داعش در افغانستان بفهمم، متاثر از این کار خواهد شد فعالیت های داعش در افغانستان؟ خب اول که من تبریک میگم به نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان به خصوص ریاست امنیت ملی افغانستان که این دستاورد بسیار کلان را رقم زدن. ما قبل از این که اینجا بیایم یک دفعه توییتر مانیتورینگ میکردم. در جهان عرب بسیار از فعالینی که در حوزه تروریسم فعال هستند این یک دستاورد کلان خواندن و این را مساوی با این دانستن که امنیت ملی افغانستان یک امنیت یک نهاد بسیار قدرتمند شده که میتونه که رهبران اصلی و کلیدی گروه های تروریستی را دستگیر کنه. برگردیم به سوال شما در رابطه ای که آیا میتونه این مسئله ای دستگیری موجب تضعیف شوه، من تصور میکنم که از آن جایی که گروه دولت اسلامی ولایت خراسان بسیار رهبر محور است و بسیار تاکید بر رهبری داره و استراتژی محور نیست به مانند دولت اسلامی عراق و شام، احتمال از این که گروه دولت اسلامی ولایت خراسان در افغانستان موجب یک تجزیه بسیار عمیق شوه و همچنین یک دیگرگونی بسیار عمیق در داخل گروه شکل بگیره و گروه به فروپاشی نزدیک شوه بسیار زیاد است. به خاطر از این که دولت اسلامی ولایت خراسان، ما پیشتر گفتم که دولت رهبر محور است، در صورت فقدان رهبر و در صورت مرگ رهبری لایه‌های سازمانی که وجود داره در این گروه هیچ گونه مقام تصمیم گیرنده دیگه ای نداره و از آن جایی که استراتژی دیگه ای نداره موجب میشه که لایه‌های میانی و لایه‌های زیرین به خصوص لایه‌های زیرین اینها تحت تاثیر غیبت رهبر برن و ناچار شون که سه گزینه را مد نظر قرار بدن. گزینه اول بازگشت به زندگی عادی که برگردن بزنی، اگر کسی نانوا بوده آمده به صفوف جنگ برمیگرده به اون نانوای. دوم اینه که اینها ادغام میشن به گروه هایی که قبلا از ایشان آمده بودن. ما تحقیقی که پیشتر چند ماه پیش نشر شد این ما به این یافته رسیدیم که اکثر کسایی که در دولت اسلامی ولایت خراسان هستن اینا یا از لشکر طیبه بودن یا از تی تی پی تحریک طالبان پاکستان بودند و یا اینی که از شبکه حقانی بودند. احتمال از این که جنگجویا و رهبران میانی برن به سمت ایس گروه بسیار زیاد است و در نهایت گزینه سوم که اینا دیگه تسلیم بشن به دولت افغانستان یا دولت افغانستان نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و این باعث میشه که ساختار رهبری و سازمانی گروه دولت اسلامی ولایت خراسان از هم فرو بپاشه. چون خب بسای جالب از اعترافات فاروقی را به امنیت ملی افغانستان بیرون داده، گفته که به سازمان های استخبارات منطقه‌ای حمایت میکردن از داعش در افغانستان و شاخه خراسان داعش. این مسئله به همون عدم انسجام و یا هم نداشتن استراتژی یا رهبر محوری به داعش را در افغانستان میتونه به گونه جبران بکنه و مدیریت بکنه در کل. ببینید دو مسئله اساسی اینجا وجود دارم. تا جایی که من بیانیه ریاست عمومی امنیت ملی را خواندم که در اعترافات اشاره کرده که با لشکر طیبه و شبکه حقانی یک رابطه گسترده و منسجم دارم، در کتاب در تحقیقی که ما انجام دادیم یافته ما این است که LET یا لشکر طیبه امکانات مالی و تارگت و هدف را در اختیار
شبکه حقانی قرار میده، شبکه حقانی عملیات را در داخل افغانستان انجام میده و سپس آیسکاپی یا دولت اسلامی ولایت خراسان فقط صرفا او مسئولیت را به عهده میگیره. یک مسئله. مسئله دومی است که در بعد رهبری، در بعد ساختار سازمانی رهبری، در صورت نبود یک رهبر باید یک رهبر دیگر جایگزین شود یا اعلام شود. آیا دولت اسلامی ولایت، آیا دولت اسلامی عراق و سوریه این امکان را دارد که یک رهبر دیگر معرفی کند برای دولت اسلامی ولایت خراسان؟ من این احتمال خیلی کم می‌بینم. به سه دلیل بسیار منسجم. اول اینکه رهبری که در دولت اسلامی عراق و سوریه هست یا داعش در خاورمیانه هست، اینها رهبر مشخص ندارند. ابو ابراهیم هاشمی القریشی مشخص نیست کیست، جایش مشخص نیست، ساختار رهبریش مشخص نیست، چه کسی در معاونینشان است مشخص نیست. دو، سازمان غیر متمرکز، سازمان غیر متمرکز دولت اسلامی عراق و شام هم این امکان را فراهم می‌سازه که برای دیگر ولایات، مثلا ولایت قوقاز، به قول خودشون ولایت قفقاز، ولایت صحرا، ولایتی که در جنوب هند هست، ولایت هند، اینها نمیتوانند که یک رهبر را به صورت بسیار سریع انتخاب بکنند. اما حمایت سازمان‌های استخباراتی یک تهدید نیست و یک تسهیل نخواهد کرد؟ دقیقاً. و مسئله سومی که مشکل می‌سازد و که از طرف دولت اسلامی عراق و شام اینجا نتواند یک رهبر مشخص کند، مسئله بیعت است. چگونه بیعت انجام می‌شود؟ این مسئله بیعت باعث میشه که یک چالش باشه، یک مانع باشه برای رهبر بعدی. تصور میره که باید با توجه به اعترافاتی که اسلم فاروقی داده، تصور میشه که شبکه های استخباراتی و سازمان های استخباراتی منطقه‌ای برن به سمت از یک رهبر جدید را تعیین کنن و انتخاب کنن. شما میدونید قسمی که از سال 2005 دولت اسلامی ولایت خراسان شکل گرفته، عبدالرؤوف خادم، حافظ سعیدی که در لشکر طیبه نبود، حافظ سعید، سعد اماراتی، عبدالحسیب لوگری، ابو سعید باجوری و مولای ضیاءحق معروف به ابو عمر الخراسانی، اینها کسانی بودن که به صورت عمیق و بنیادی با دولت اسلامی عراق و شام رابطه نداشتن و اکثرا کسانی بودن که با سازمان های استخباراتی منطقه اینها در ارتباط بودن، چه در بحث تمویل، چه در بحث ساختار رهبری، چه در بخش ایدئولوژی و چه در بخش تاکتیک و استراتژی. اینها عموما از اون تاکتیک های استفاده میکردن که از سازمان استخباراتی منطقه ای به اینا میامد. یک مثلا. مسئله دومی است که در جهان اسلام و به خصوص در جهان عرب، افغانستان یک کشور درجه سه هست. احتمام در سیاستشان و چه در گروه های تروریستی احتمام خاصی دیده نمیشه در میان گروه های تروریستی یا جهان اسلام که در مورد افغانستان یک تصمیم جامع داشته باشن یا یک تصمیم منسجم داشته باشن. خب الان دولت اسلامی ولایت خراسان با کمبود رهبر مواجه هست، بنابر این باید ما یک رهبر جدید را برایشان انتخاب کنیم. من این فکر نمی کنم که از جهان عرب یا دولت اسلامی عراق شام یک اهتمامی وجود داشته باشد. تشکر. پرسش آخر، مسئله ای را که در آغاز مطرح کردین، ظرفیت امنیتی ملی افغانستان که با این کار مورد تایید قرار گرفته، مسئول نظامی داعش در افغانستان و همچنان مسئول جلب و جذب داعش در افغانستان که یک شهروند پاکستان بوده، همچنان در ننگرهار بازداشت شدند. بابو زیبا فاروقی، مدیریت گروه های هراس افغان و فعالیت هایشان و مهار این فعالیت ها آیسته در اداره دولت افغانستان و ویژه امنیت ملی افغانستان میاد؟ بر اساس اعلامیه که ریاست عمومی امنیت ملی داده، من فکر میکنم که در آینده و همین طرح و پلانی که اینها اشاره کردن در استتمنت انتخابشان و در اعلامیه خودشان، این بیشتر و گسترده‌تر میشه و فکر من هست که اگر که اینها توانستن اسلم فاروقی را دستگیر کنن و بازداشت کنن، پس میتوانن رهبران کلیدی منطقی و گروه های تروریستی منطقی و بین المللی را هم دستگیر کنن. تشکر آقای حسین احسانی، پژوهشگر گروه های بنیادگرای اسلامی، از حضورتان در برنامه. تشکر از شما. باشین. و
و در ادامه ثبت رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کابل در دو روز اخیر بیشتر از رویدادهای ثبت شده در دو روز اخیر در ولایت هرات بوده. وزارت صحت عام گردش ویروس کرونا را در پایتخت نگران کننده میداند. از افزایش مبتلایان و این ویروس در روزهای آینده هشدار میدهد. بر بنیاد آمارها تا کنون 299 تن در افغانستان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از این میان 7 تن جان باختند و 12 تن دیگر درمان شدند. بیننده های گرامی، برای بحث بیشتر در این باره آقای میرویس خروتی، متخصص صحت یا کارشناس مسائل بهداشت در برنامه است. حضور دارن. آقای خروتی، بسیار خوش آمدین به برنامه. در بحث گسترش ویروس کرونا و دامنگیر شدن افغانستان به این پدیده، شما کار کردین در این زمینه و کار میکنین همچنان. حکومت در مبارزه با این ویروس تا کنون چگونه یک کار کرد داشتن؟ قابل پذیرش است. تشکر آقای واحد احمدی صاحب از شما. و در اینجا باید من ذکر کنم که امروز ما یک دکتر صاحب ما و مرض کرونا مبتلا شدن و در حالت بسیار وخیمی قرار دارن. در ICU هستن و در کابل هستن و از طریق ما با اونا دعای های ما با ناش دعای خود را شریک میکنیم و توانمندی ما که ما در افغانستان داریم کوشش میکنیم که نجات بدهیم اونا را. و اولین مشکلی که به کسانی وجود دارد در جامعه ما و دکتر صاحب هاست که اونا بهتر از همه چیزها پی پی ای چی باشند داشته باشند و بتوانند که مرض به اونا انتقال نکنند. و در قسمت دوم شما پرسان کردین که در افغانستان وزارت صحت عامه و حکومت افغانستان چگونه کار کرده به خاطر مبارزه با این ویروس؟ کارکرده های حکومت افغانستان تا جایی که هست اونا هم در جریان هستند. اونا هم همه چیزهای را که ما تجهیز میکنه با اونا گوش میگیره و اما در قسمت مرز کنترل مرز غفلت صورت گرفته و هم افغانهایی که از ایران به وطن برگشته مهاجرین آنها به استانداردهای طبی جهان نسبت شده و نه هم معلوم نیست که اونها کجا رفتن و کجا هستن. باید اونها پیدا شوند و معاینات اونا صورت بگیرد. هنوز فرصت وجود است؟ زمان باقی است؟ وقت نگذشته؟ زمان وقتی که چین در ووهان یک جلوگیری مرض را به اساس راپورهایی که از چین ما میگیریم گرفتن، اما مرض در ایتالیا واضح شد که مرض 10% از 10% زیاد کشنده است و با مو اساس ما باید امکانات خود را به میار قرار بدهیم. بس جواب شما این است که ما وقت ما داریم، ما باید از همی وقت خود استفاده کنیم و در این حال ما می توانیم که از مملکت ها حال تجاربشان به 2 ماه رسید، به 3 ماه رسید، از تجارب آنها استفاده کنیم و با هیچ وقت ضایع کردن ضرورت نیست. فعلا همه دکترهایی که چی در سکتور خصوصی کار میکنند و چی در سکتور دولتی با هم بنشیند و یک کمیته را تشکیل بدهد، کمیته که با صلاحیت باشه. چرا این مسئله صحی است، برد اقتصادی داره، دیگه بسیار مسئله دیگه داره، اما فیصله کننده باید دکترها باشه. او را باز در تشریح میکنم با شما. بسیار خوب. اگر از فردا تغییر آورده شود در کار به خاطر مبارزه با کرونا، چه کارها باید انجام شود و آغاز شود؟ اول ما باید
سکرینینگ خود را زیاد کنیم. سکرینینگ به معنی که مردمی که ما میبینیم که مشکوک هستن و یا علایمی داره، مثلا تاو دارن، تاو شدید و یا عادی میباشه و سلفه خشک، ما اونا را به زودترین فرصت آنها را معاینه کنیم که یا کرونا داره یا نداره. وقتی که حجم این مردم معلوم شد، باز ما میتونیم که مناطقی را که در افغانستان زیاد تحت فشار کرونا است و اون مناطق تارگت کنیم و در اونجا در اون مناطق کار کنیم. به جای اینکه ما شهرها را چی میکنیم، قرنطین میکنیم یا چی میکنیم، بسیار کمک های دیگه هم میکنه. من یک چیز یادآور شوم که کرونا صرف نیاز به مصرف کردن پول نداره. بسیار چیزهای آسان است که ما در این مورد کرده میتونیم. و اطلاعات رسانی که شما میکنین از طریق تلویزیون بسیار بهتر است و ای که دولت به شفاخانه های خود که در ولایت مختلف افغانستان است، با آنها باید معلومات در مورد کرونا داده شود و روزانه آنها از او معلومات استفاده کنند. یعنی تا حال این معلومات داده نشده؟ یعنی ما که تا جای خبر استم، امروز ما با یک از دکتر صاحبا در هرات گپ زدم، اونا صرف دوای بسیار یعنی دوایی که در کشورهای دیگر داده می شود، دواهایی که مؤثر تمام شده و یا اونو دواها که افغانستان وجود نداره، در حال در شرایط فعلی او دواها برای مریضا داده نمی شود و فقط سر پرستامول و که تاو کنترل کنه به این دواها اکتفا کردن. خب حال کل جهان به این دواها ضرورت دارن، ممکن است حکومت افغانستان سفارش بده این داروها را به کمپانی ها تا وارد در باره دواها باید بگویم که اول دواها کمپانی های دواها نمیتونه که در یک روز به ما دوا جور کنه. ما باید پیش از او معلومات کافی داشته باشیم، معلومات که از جهان از استفاده کرده و با کمپانی ها ارتباط بگیریم که با وقت به ما دوا برسه. یکی از ساختار و ضرورت کمیته اینمی است که کمیته باید مسلکی باشه. ما کمیته را میخواهیم که کمیته مطلقا دکترهای بخش های مختلف در آنجا حضور داشته باشه. ای اگر به چی ما بریم که کیها، او باز لستش موجود است. بسیار خوب. تا حال مشکلات در برابر تشخیص و در کار تشخیص بیماری کووید 19 چی است؟ فعلا ما که در افغانستان کدام یک کرونا کیت استعمال میکنیم و یکی پی سی آر میکنیم. در اینجا باید یادآور شم که پی سی آر و کرونا کیت، کرونا کیت و یک 100% و امکان نداره که تشخیص کنه که کرونا است یا نیست. ما میریم پس به پی سی آر که او را ما کنفرمیتری چست میگیم، کنفرم میکنه و زمانگیر است. بسیار خوب. در اینجا برخی از چیزهایی که شما کار کردیم، یکی از کیت هاست که استعمال میشه و مختلف ممالک روز شب سرش کار میکنه تا یاد دقیقتر باشه و در وقت و زمان کم، مثلا سنگاپور جور کرد در اول و در نیم ساعت میتونست که مثبت یا منفی نشان بده و در اینجا شما اگر میبینید در 15 دقیقه نشان میده که مثبت است یا منفی است. ما مشوره ما ایست که چون افغانستان یک مملکت، ما نمیتونیم ماشین پی سی آر خریده بتانیم، ما طرف احتیاط زیاد باید بریم. بقایا ما طرف که جدی موضوع، جدیت این موضوع رو بگیریم تا حجم مریضا را ما معلوم کنیم و بعدا ما یک پلان جور کنیم که ما چه قسمی دانیم که چقدر نفر از با ICU ضرورت داره، چقدر نفر با وینتیلیتر ضرورت داره مریض ها، و
و این چیز بسیار مهم است. بسیار خوب، در همین باره میخوایم بیشتر بگوین. گفته میشه که در کل بیماران کووید 19 20% نیاز به مراقبت های جدی و توجه خاص داره. 80% دیگر چگونه میشه درمان شوند؟ این 20% با چی شیوه قابل درمان هستند؟ کلانترین چی دمی طرحی را که ما به حکومت نشته کرده بودم به اساسی بود که ما سطح یا کپسیتی ظرفیت صحت ما بسیار پایین است. را میشه که شما در سلاید نشان بودین و سطحش بسیار کم است به نسبت به کشورهای دیگر و امی 20% که شما میگین در 20% ما مشکل اساسی که داریم ایست که ما به ICU بد ضرورت داریم. ما چقدر بستر داریم؟ مثال به شما میگم در کانادا در چی انگلستان و 6.6 بر 1,00,000 نفر بستر در ICU داره. در افغانستان چقدر است؟ باید بررسی شوه، باید با گفته شوه، با ملت گفته شوه و اعتماد ملت گرفته شوه، چرا که ما اکثر مردم را میبینیم و به اعتبار ندارن. اما اعتبار، کسب اعتبار بسیار ضروری است. و دوم، در قدم دوم که به شما یادآور شدم، یکی اول به این سلاید میایم که این سلایدی است که بله سلاید قلب که 88% مردم که مبتلا به کرونا میشه و تاو داشته میباشه و 65% و خشک سلفه داشته میباشه و کسل بودن که از و تقریبا 30 بالا است. و یک چیز را مردم اشتباه میکنه، مردم افغانستان که و فکر میکنه که همی سلفه خشک یگانه نشانیش است. نه خیر، سلفه بلغم هم میتوانه که در 30% مردم باشه. بعد از او میایم به چی؟ نفستنگی، پیدا شدن نفستنگی. نفستنگی در وجود داره تقریبا 15% و سردرد می باشه مریضا، این فیصدی از یا کم است. و در آخر است که اصالات و استفراغ پیدا میشه. و در باره از این بسیار چی جالب این است که امکان در اول علاماتش اونمو کم فیصدی باشه. شما هیچ سلفه نکنین، شما هیچ تاو نداشته باشین، اما علاماتش علامات چی باشه؟ اصال و اصالات و دلبدی. و دو چیز دیگه هم که اضافه شده می چند روز، ما احساس بوی کده نمیتونیم، این هم یکی از علایمش است. و دوم چشمای ما سرخ میشه که ما او را کانجکتیویتیس با در لغت طبی میگیم. دوا و یا داروی مشخص برای درمان این بیماری وجود داره؟ بیماری درمان مشخص وجود نداره که ما بگویم که این دواست و این دوا میتوانه که نجات به مریضه. لیکن ما ترایل به نام ترایل مدیسن که به اساس تجربه هایی که ما داریم، به اساس طب پیشرفته دنیا که امروز ما داریم، مثلا یک مثالش از تابلت ازیترومایسین، این به خاطر داده میشه که این دوا خلاف بکتریاست، اما ما در مرض کرونا استعمال میکنیم، به خاطر که ضد ویروس خاصیت داره که ضد ویروس هم کار میکنه. و دوم این التهاب کم میکنه. و دیگر دواهای ها وجود داره که دواهای راست که ما انتی وایرال میگیم. انتی وایرال دواها تا فعلا ما اطلاع ندارم که ما داشته باشیم و یا خریداری کرده باشیم. و یک دوا در انتی وایرال استعمال میشه به نام انتی ریترو وایرال که دوای ایدز است، مرض ایدز است. او به خاطر از استعمال میشه که یک مسئله بسیار مسلکی است که باز کدام وقت صحبت خواهم کرد سرش. بسیار خوب، به خاطر کنترل کردن وضع و بیماران باید برنامه های روی دست باشه که جلوگیری شود.
از افزایش؟ جلوگیریش به دو قسم است. یکی است که هر فرد افغانستان، جامعه افغانستان باید این احساس کنه که این مرض تنها مرض من نیست، این مرض مرض همه افغان هاست، نه تنها دکتر صاحبا بلکه همه قشر که تعلیم یافته هستند و مردمی که اگر خود در خانه قرنطین کنه بهترین کار را میکنه. یگانه راهی که فعلا در جهان ترقی یافته هم وجود داره و ایست که خود قرنطین کنین، در خانه های خود خود قرنطین کنین و یکی که هیچ علائم هم نداشته باشین، هیچ مرض هم نداشته باشین. این مثلا قرنطین کردن کابل، قرنطین کردن هرات، این همو معنا را میده. مثل که چی کرد واشنگتن شد، مثل که نیویورک شد، مثل که ووهان شد، مثل که دیگر ممالک شد و این غلطی را بسیار جبران ناپذیر بود در ایتالیا کردن که ارقامشان بسیار بلند رفتن. بهترین چیز که است که ما از دیگرات فاصله بگیریم، سلف دیستنینگ کنیم. یکیش یک برده است که مردم باید سر از این بفهمم، افغان ها سر از این بفهمم که ما باید همکار باشیم همراه. تشکر. وزارت کار و امور اجتماعی از بدتر شدن اوضاع بازار کار در کشور خبر داده. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گفته که گسترش ویروس کرونا در کشور و وضع محدودیت‌ها بر گشت و گذار در شهرها سبب رکود بازار کار شده و این وزارت در وضع کنونی هیچ برنامه برای بهبود بازار کار ندارد. در سوی هم شمار از کارگران کم درآمد در بازارها میگویند که حکومت باید برای حل مشکلات آنان پیش بینی میکرد. با گسترش ویروس کرونا در کشور و وضع محدودیت ها بر کاروبار در بازارها، افراد کم درآمد و مستکار بیشتر از همه آسیب دیدند. روزیدین با سه چرخه باربریش اکنون قادر نیست که روزانه احتیاجات خانواده اش را تامین کند و میگوید که بیم از گشنه ماندن خانواده اش را دارد. زنان زک دیر بیکاره دیر وسم ازارم طول یاران راغل خارج دولتون راغل یاران را وارده ول وسم طول بیکاره گریزی دی آوازی دی مرز لگه دلی دی ویس کاروبار بیاسی سقوط کرده. از سیم وزارت کار و امور اجتماعی اثرهای ناگوار گسترش ویروس کرونا را بر بازار کار در کشور میپذیرد، کدام برنامه برای حل مشکلات کنونی بازار کار ندارد؟ فعلا یک حالت اصرار است، در این حالت هیچ نوع برنامه پلانی به خاطر بهبود بازار کار پیش بینی شده نمیتونه. امروز هفته تدبیر اولی ما صحت جامعه افغانستان است و مردم افغانستان است. بیکاری و کار ناکافی مزل همیشگی و بزرگ در کشور بوده است. با گفته شماره از کارگران با وضع محدودیت های اخیر در پایتخت و شماره از ولایت ها 80% افراد رو مزد کارهایشان برای بحث بیشتر در این باره آقای محمد اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد افغانستان در برنامه حضور یافتند. آقای رحیمی خوش آمدید. خوش باشید. شبتان بخیر. وزارت کار و امور اجتماعی از بدتر شدن اوضاع کاروبار یا در کل بازار کار در کشور خبر داده که پیوند با ویروس کرونا داره. وزارت اقتصاد افغانستان حتما متوجه این مسئله است. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما، همکاران شما و بینندگان محترم تلویزیون طلوع دارم. بدون شک ویروس کرونا طبق گزارش شما نه تنها یک ویروس است که صحت متاثر میشه، بلکه ابعاد دیگه اجتماعی و اقتصادی را متاثر میشه که بود اقتصادیش یکی از ابعاد است که ما شاهد گزارش ها از تمام دنیا هستیم. یک وقتی که ویروس کرونا در تنها چین بود، محققین و دانشمندان اقتصاد تحلیلشان نی بود که اگر ویروس کرونا تنها در خود چین محدود بانه، اثرات منفی اقتصادی که بالای چین بود در حدود 1.8% بود، میبخشن 1.2% که این اثرات منفی اقتصادی چین بالای دنیا در تقریبا 0.5% رشد اقتصاد دنیا را متاثر می ساخت. یعنی رشد منفی اقتصاد چین
اقتصاد دنیا را متاثر می‌ساخت. در مو زمان پیشبینی به می بود که اگر این ویروس از چین مبرای و پاندمیک می‌شود و واگیر می‌شود، طبیعی است که اقتصاد کل دنیا را متاثر می‌سازد. و در مو زمان پیشبینی به این بود که در این حالت اقتصاد چین 1.8% پایان می‌شود، منفی می‌شود و اقتصاد دنیا تقریبا 1.5%. طبیعی است که پیشبینی‌ها یا نظر به وخامت موضوع فرق می‌کند. وزارت اقتصاد در این عرصه کار که در زمانی که شروع کردیم ما تحلیل بالای ازی تلاش کردیم که اثرات ویروس کرونا را بالای ابعاد اقتصادی خصوصا بالای بود اقتصاد خانوار، بالای بود خود شرکت ها و تصدی ها، بالای سطور عامه یا حکومت و بالای باقی دنیا که ما کتش تجارت داریم و از اونجا وارد میکنیم بالای ازی بررسی کردیم. هم رقم که در گزارش شما داده شد، ما ایره وقت که سرخانوار بررسی کردیم، مثل سایر کشورها در افغانستان هم ویروس کرونا بالای اقتصاد خانوار تاثیر از چند بود داره. اول، مصارف اضافی صحی بالای خانوار اضافه میشه. تحلیلی که وزارت اقتصاد کرد، برای یک خانوار، برای فی نفر، چیزی را که ما هم توصیه میکنیم، همکارای قبلی ما که از وزارت صحت بود، شما هم همگی ایست که وقایع ارزان است و ما باید ماسک داشته باشیم، دستکش داشته باشیم، مایع ضد عفونی داشته باشیم و مواد ضد عفونی و صابونای شوینده و ایگپا داشته باشیم. ارقامی که ما از ماه عمل گرفتیم برای فی نفر در حدود 900 افغانی برای یک ماه این مصرف می. اگر اوسط یک فامیل ما در نظر بگیریم 5 نفر در حدود 4500 افغانی یک مصرف وقایعی اضافی میشه. که ارقام و معلومات با قبل ما محاسبه کردیم، در قبل امی پکیج یعنی بسی صحی وقایوی در حدود 400 افغانی تمام میشد. خب طبیعی است که تقاضا زیاد میشه، نرخ بالا میره. بحث دوم که تاثیرش سر خانوار است، درآمد خانوار امیر قم در گزارش قبلیش ما بود، نظر به محدودیت های رفت و برگشت یا قرنطینه شدن یا تعطیلات، طبیعی است که بالای عواید یا درآمد فامیل تاثیر میکنه، کاهش میده. و بحث سوم که خانوار متاثر می‌شود از کرونا، ویروس کرونا، بحث افزایش قیمت مواد اولیه است. این اثراتش است. اما رقم که شما هم در گزارشتان گفتین، در افغانستان ما در حدود 15 میلیون جمعیت ما واجد شرایط سن کار هستند. از این 15 میلیون در حدود 8 میلیون از اینا فعال کار هستند، میرن در مارکت پشت کار میگردن. و از این مجموعه یا از فعالین کار در حدود 6 میلیون از اینا کار دارن. در حدود 2 میلیونشان بیکار هستند، پشت کار میگردن، یعنی در تلاش جستجوی کار هستند. با این حالت از جمله 6 میلیون هم که کار دارن، کار دوامدار نیست. کار دوامدار نیست، 59% از اینا شغلایی است که بسیار آسیب پذیر است. مثلا در حدود 700 هزار از اینا روزمزد است و هر حالاتی که محدودیتایی که وضع میشه طبیعی که نرم تاثیر میسازه و طبیعی که صحت امر اولی است و در پشت سر از او بحث کار است. یعنی این آسیب پذیری های ما در عرصه خانوار است. ما این شکل آسیب پذیری را در شرکت ها و تصدی ها منحصر یک فعال اقتصادی در جامعه بررسی کردیم. شرکت ها متاثر میشه زیالت و اولین عاملی که شرکت ها متاثر میسازه بحث کاهش در تقاضا است. وقتی که تو حالات میسر کشورها همگی در مصارف خود محتاط میشن، کوشش نمیکنن که چیزای لوکس و تجملی رو بخرن، منتظر می باشن که فردا چی میشه، آینده چی فقط میشه. فقط مواد اولیه را بالکل و این کاهش تقاضا تاثیرات سر شرکت هاست. شرکت ها بحث دوم، محدودیت در گشت و گذارا طبیعی است که محدود میسازه منابع بشری که در شرکت ها کار بکنه. و بحث سوم، طبیعی است که شرکت ها مثل خانوار واره مکلف از دهی طور آلات که فعالیت ها خود پیش برن، یک مقدار مصارف صحی را باید عهده‌دار شوند برای کسایی که در فابریکشان کار میکنه با مشتری هاشان تا ای که محصولات خود در مارکت میرسنن. ما ارقامی که از وزارت محترم صنایع و تجارت گرفتیم، در حدود 40500 شرکت جواز اخذ کردن. یکی چقدرش فعال هستن یا نیستن، ما همکارای مسازی کار کرده ایستن. از مجموعی از اینا در حدود 6000 از این شرکت ها در سکتور خدماتی هستن که می شرکت های سیاحتی و ترانسپورت، انتقالات و هتلدارا و این مسئل. در حدود 6500 از اینا شرکت های تولیدی هستن و متباقیشان شرکت های ساختمانی و سایر شرکت ها هستن که اکثر در سطح دنیا که دشوا تر در افغانستان هم
شرکت های که زیاد در این آلات صدمه میبینن شرکت های خدماتی، خصوصا خدمات انتقالات، شرکت های سیاحتی، هتلداری ها و رستوران ها و فروشنده ها، پرچون فروش ها، اینا زیادتر از این آیه متاثر میشن. و طبیعی است که شرکت های ساختمانی اون رقم که من گفتم وقتی که اکثر سیمگی می باشه و یگالت می باشه که کلگی تلاش میکنه سر از نام تا اندازه متاثر میشه. تشکر. درباره دو مورد دیگه که به دستگاه حکومت و کمک کننده ها روابط بیرونی است اگر در پایان فرصت بود بس میکنیم، اما بیشتر اثرپذیر یا آسیب پذیر از این وضع کسان هستند که درآمد روزانه دارند، روزمزدان. برنامه روی دست است به خاطر رسیدگی به افراد؟ کاملا کاملا. وقتی که یک بررسی کلی میشه طبیعی است که هر بررسی که صورت بپذیره باز ارتباط میگیره به شو و خامت یافت. اگر تدابیر وقایوی صحیح که گرفته شده مراعات شود طبیعی است که تبعاتش کمتر می باشه. اگر کمتر در نظر گرفته شوه و دوامدار شوه تبعات اقتصادیش یا سرپذیری اقتصادیش زیادتر می باشه. ما در این تحلیل که تمام چهار بوده که در نظر گرفتیم یک مدل اقتصادی در وزارت اقتصاد ایجاد کردیم که پیش بینی ما ایست در صورتی که اگر این آفت سبب شوه که 5% فاکتورهای تولید کاهش بده، فاکتورهای تولید که میگیم یکی خود نیروی کار است، زمین است و سرمایه، بغیر از این هر عامل دیگه که در تولید متاثر بسازه، ما ایره گرفتیم اگه این حالت که اگه 5% متاثر شود مثلا نامنی باشه یا می ویروس کرونا. یعنی تصور ما ایست که اگر این 5% کاهش پیدا بکنه و در مقابلش حکومت هم مصارف عادیش بلند میره، 5% اگه بلند بره و در صورتی که اگر این تعطیلات دیگه پا سبب تاخیر در سرمایه‌گذاری دولت شوه که این رو 5% در نظر گرفتیم و در صورت از این که اگر کشورها مرزهای خود ببندند و سبب اختلال تجارت شوند، ما فرض کنیم اگر مواد اولیه قیمتش 20% افزایش پیدا بکنه، در این حالت مدلی که ما ران کردیم در چیزی که برای ما داد ایست که در این حالت اقتصاد کشور در حدود 4.2% رشد منفی می داشته باشه از چیزی که ما پیش بین هستیم. چیزی که ما به اقتصاد پیش بین هستیم در سال همین سال که هست 3.5% است. اگه این حالت پیش بره این فرضیه ما به وقوع پیونده ما رشد اقتصادی منفی 0.7% خواهد داشت. در حال حاضر دغدغه این است آقای رحیمی، حتما شما هم کار میکنین روی این مسئله که توجه شبه به کمک رسانی شبه حداقل مواد اولیه به کسانی که روزانه درآمد دارن تامین شبه. برنامه است در این زمینه روی دست چی گونه خواهد شد؟ کاملا چیزی که پیشنهادات وزارت اقتصاد این زمینه بود و خوب است که اکثریت از واش شده، ما پیشنهادات ما در سه مرحله بود. کارهایی که عاجل باید شوه، کارهایی که در کوتاه مدت شوه و کارهایی که در میان مدت باید شوه. در کارهای عاجل چیزایی را که ما پیشنهاد کرده بودیم اولی بود که یک ثبات قیام مواد خوراکی و مواد صحی باید تامین شود و خوشبختانه شما در گزارش ها ایره نشر کردیم که حکومت عاجل اقدام کرد با وجودی که یک سراسیمگی در مارکت پیدا شد، نرخ مواد اولیه بسیار بلند رفت، با مداخله وزارت محترم داخله و حکومت نرخ ها در یک حالت با ثبات آمد که اما از نرخ عادی بلندتر، یعنی خو امی ثبات در قیام بسیار اهمیت داره و ای از پیشنهادات عاجل ما بود. بحث دوم ما ای بود که باید مذاکره با تمام کشورهایی که ما در قسمت فرام ساختن مواد اولیه و صحی است شروع شود. خوشبختانه این کارم صورت گرفت با کشورهای شمالی و اطمینان حاصل کردیم که مواد خوراکی اولیه که ضرورت است فراهم میشه. بحث سوم ما پیشنهاد ما بر عاجلی بود که اطمینان دهی بکنیم به مردم که سراسیمگی جلوگیری بکنن و اقدامات جدی را به خاطر جلوگیری از احتکار، چون در این حالات تقاضا برای مواد خوراکی زیاد نمیشه. یعنی یک فامیل که یک بوجی آرد مصرف میکرده یک ماه او به خاطر ویروس کرونا دو بوجی نمیشه، اما میمونه. اما ناراحتی مردم سبب میشه که میخواین که دو ماه سه ماه را ذخیره بکنن. اینی مورد قیمت ها رو در مارکت بلند میبره و بحث های احتکار که شما سرش بس کردین. این پیشنهاد ما در اقدامات عاجل می بود. پیشنهاد دیگه ما در اقدامات عاجل این بود که کمیته معذف شود تا نرخ قیمت در مارکت ها
امروز کنترل بکنن و تدابیر لازم بیرن اگر در قیمت ها نوسانات میاد. چرا این مسئله بسیار عمده بود؟ مثل کمکار قبلی شما در بخش وقایع ویروس کرونا صحبت کرد، اقدامات وقایعی ارزان است اما میتونه که بسیار جلو بحران بیره. این پیشنهادات ما منعیس اقدامات وقایعی برای شاکا یا مصدمه اقتصادی بوده که بسیار ارزان و قابل اجرا و خوشبختانه تمام از این انجام شد. بحث دوم ما در میان مدت. در میان مدت چیزی که ما داشتیم این بود که اول به تعویق انداختن وضع مالیات کارمندایی که از گرید امیرتبه 4 به بالا 5 6 و 7 8 مامورین دولت که در یک ربه مالیات از نه ازشان گرفته نشه، امرای ماشان داده شود که اونا قادر باشند که امورات اولی خود فرام بسازند. دلید افزایش درآمد صورت بگیره. بله. و باز بعد از اینکه حالات قرنطینه و محدودیت گش و گذار رفع میشه، پس در 6 ماه آینده امی مالیات ازشان گرفته شود. این شکل تأخیر در وضع مالیات برای کسب و کارا، اصناف و متشبثین کوچک و متوسط که ما تحلیل خود کرده بودیم مقدار که بار مالی بالای حکومت میاره و سنجش کرده بودیم. این در پیشنهادات ماست در میان مدت که برای یک ربع که مسئله محدودیت بر گشت و گذار است در این حالات این فشار بالاشان نبیه. و موضوع سوم که بسیار مهم است مسئله بسای کمکی برای خصوصا دست فروش ها، برای پرچون فروش ها، برای کسایی که ما اونا را میگیم که شما از خانه تان نبرین، در خانه تان بانین. این حال چیز ره که سبب شوه که مردم در خانه خود بانه او باید فرام شوه. دیگه این موضوعی بود که در پیشنهادات ما بوده در میان مدت. اما امین بحث اخیر جنجالی است. بیکانیزم چیست؟ چگونه تشخیص میتونی که فرد در فلان منطقه یا روستا روزمزد است و باید به او رسیدگی شود؟ بلکل. متاسفانه یکی از چالش های کلان فرای این موضوع این می مورد است که شناسایی مستحقین چگونه صورت بگیره. در این راستا کمیته استرار که ایجاد شده بالای از کار میکنه، ما بالای از کار میکنیم که روشا پیدا شود که به سطح هر ولایات ارقام عمومی پیش ما هست اما شناسایی که شود کدام فامیل مستحق است که برش پرداخته شود این یک مورد یک سوال کلان است. انوزان برش رای حل دریافت نشده اما ایتون نیست که ناممکن باشه پیدا میشه. برزی کار چیزی که خوب صورت گرفته فعلا ایست که تمام مؤسسات سازمان های ملل متحد، مؤسسات غیر دولتی، نهادهای حکومتی، بسا و تجارایی که متشبثینی که در این محور بسیج میشن بالای از این مورد است که در این مرحله تلاش طور صورت بگیره که این بساهایی که فراهم میشه بسیار هماهنگ باشه و شناسایی بسیار دقیق شود. تبعیض که در این امر از وکلای گذر گرفته تا نواحی و تا تمام اینا باید بسیج شوند، در امر شناسایی کمک بکنند. در غیر از او ما از دست فروشای خود کام دیتابیز نداریم که مطابق از او برشان عمل بکنیم و یک رایش اونموس. رای دیگه شیز که چطور فرصت های کاری که هم صحتشان محفوظ بانه. شما از گزارش هایتان اعلان نشر کردین که در حدود 40,000 نفره که باید از کارهای کار برشون ایجاد شد و کارهایی که مثلا زیر ساختاری باشه. این موارد است، سایر موارد دیگه ابتکار دیگه هم است که میتونه در این عرصه در این کوتاه مدت و در حالت عاجل ما را کمک بکنه. اما اقدامات میان مدتی که ما پیشنهاد داریم بحث اساسی است که ما این چالشی که داریم میره شده به یک فرصت تبدیل بکنیم و فرصت است که ما چگونه بالای از این فکر بکنیم، زیادتر فکر کنیم که سرمایه گذاری خصوصی جذب بکنیم در سکتور تولید و تمام فاکتورهای تولید چی زمین باشه، چی تعرفه باشه، مالیه باشه، چی نیروی کار باشه به حد خوب ایره برسانیم که این زمینه مثلا شد خصوصا در سکتور زراعت و در سکتور صنعت مرتبط به زراعت. این یک فرصت خوب است و این فرصت میتونه که ما را در آینده کمک بکنه و از استفاده ازش. تشکر. و در بحث فرامسازی به سایه کمکی هنوز نیاز نیست، یعنی زمانش نرسیده؟ کاملا زمانش است. کاملا وقتی که ما مردم قرنطینه میکنیم و اجازه برشان داده نمیشه که دبیر بره، خب ما بحثی که داشتیم امرای تمام سکتورهای تولید خصوصا پارکای صنعتی بحث ما می بود که پارکای صنعتی کلشان باشه، بانک ها
از امر چیز مستثناس از قرنطین بودن با خاطر که اینا خدمات اقتصادی و تجارتی را و تولیدی را پیش میبرن، اما با در نظر داشت طبیعی که امو دستاتیری که یا نمو پیشنهادات که وزارت محترم ساعت هم مطرح ساختن. بسیار خوب است. از اثرها و زیانهای ناشی از این ویروس در پرسش‌های پیشتر سخن گفتین. پس از پایان این مشکل و از بیان برداشته شدن این بحران، جبران زیان‌ها ممکن است و از قابل مدیریت خواهد بود؟ طبیعی در تحلیل که ما بر سکتور عامه را کردیم، حکومت تمام حکومت ها امیر و طبیعی که حکومت ما یا سکتور عامه متاثر از این ویروس کرونا است، اثرگذاریش بالای حکومت هایی است که مصارف عادی بلند میشه، بخاطر که تدابیر بهتر و وقایوی و صحی باید گرفته شود. شما در گزارش‌ها را دادین که بر ولایت ایراد بسی که داده شد، برای ولایت کابل، برای زونا و برای ولایت هایی که در زونا هستند، بسه های این مصارف وقایوی است که در نظر گرفته شد عاجل، به صورت عاجل. در قسمت مصارف سرمایه‌گذاری مثلا سرسرکا یا شاید کاهش پیدا بکنه، حکومت ها ممکن قرضهایشان بلند شود و عوایدی که باید حکومت ها جمع بکنه در تعالات شاید او برکود. یعنی حکومت از این بابت هم متاثر است، مثل خانوار است، مثل شرکت هاست. بنابراین چیزی که بسیار اهمیت داره است که تمام این فاکتور ها متاثر میشه، اینال رسیدگی به این نیاز داره که یکمانگی لازم بین حکومت، بین شرکت ها، تصدی ها یا سکتور خصوصی و بین مردم باشه تا تشکر. به یافت به سودی رسیدگی شود. تشکر آقای رحیمی، معین مسلکی وزارت اقتصاد افغانستان، از حضورتان در برنامه. تشکر از شما. و در ادامه والی کابل هشدار داده که از فردا تدابیر برای منع گشت و گذار شهروندان در کابل بیشتر خواهد شد. یعقوب حیدری گفته که با آنکه تهدیدهای برخاست از ویروس کرونا با گذشت هر روز بیشتر می شوند، شهروندان دستور منع گشت و گذار را در کابل نادیده می گیرند و ادامه رفت آمدهای آنان نگران کننده است. در همین حال فرماندهی پلیس کابل گفته که از فردا جلوه رفت آمد مردم را خواهد گرفت. یک هفته از عملی شدن دستور منع گشت و گذار در کابل برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا می‌گذرد. اما اینجا در سرای شمالی کابل از بیروبار مردم و موترها کاستن نشده است. بانک پلیس برای عملی سازی این دستور در برخی جاده‌ها ایست‌های بازرسی هم دارد. اقتصاد مردم اونقدر قوی نیست که برن در خانه خود خانه‌نشین باشن. از این کلاگ دستدان از امروز مثل خودم یکیش روز صدر به سوداگری میگم مجبور هستم برم خرج خانه مارم بدم. درست است که ویروس از مشکلات از مردم، از یک خانه کرایه است، جنجال از بیچارگی است، بیکاری است، برآمدیم که یک لقمه‌نان پیدا کنیم به خانواده خود. اما والی کابل هشدار میدهد که بی‌پروایی شهروندان در برابر دستور دولت و بیرون شدن از خانه هایشان فاجعه بار خواهد بود و پس از این برای جلوگیری از رفت و آمد مردم از زور کار گرفته خواهد شد. ما اینا رو دستگیر میکنیم، اینا رو قرنطین میکنیم، جزا میدیم و به کارشان اطلاع میدیم که جریمهش کنند. فرماندهی پلیس کابل نیز میگوید که برای جلوگیری از رفت و آمد مجازات تعیین خواهند کرد. قرنطین به هر شکلی که بود که میبینیم در شهر شما هم شاهد هستین که به شکل درست از طرف همشهرهای ما رعایت هم نشده. سر از فردا تدابیر جدیدتر میشه، برخورد هم جدی میشه. تا دیروز خواهش بود، سر از سبا شاید به امر تبدیل شود. تا کنون 41 رویداد مثبت ویروس کرونا در کابل ثبت شده است و در روزهای اخیر بیشترین رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کابل ثبت شدند. والی کابل میگوید که در دروازه های کابل نیز تدابیر سخت گیرانه تر گرفته خواهد شد. دیدبان شفافیت افغانستان جداسازی سه بخش مهم گردآوری و توزیع درآمدهای ملی را از وزارت مالیه ناسنجیده میداند و میگوید که این کار زمینه ساز تمرکز فساد است. مسئولان این نهاد هرچند طرفدار اصلاحات در وزارت مالیه هستند، اما میگویند که تغییرات این چنینی در ساختار وزارت مالیه مشکلات را بیشتر خواهد ساخت. پیش از این معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نیز انتقال بخش‌هایی از وزارت مالیه را به ارگ نگران کننده گفته.
دیدبان شفافیت تغییرات ساختاری در وزارت مالیه را ناسنجیده می داند و می گوید که این کار پیامدهای بد از رهگذر شفافیت و پاسخگویی خواهد داشت. مسئولان این نهاد می گویند که جداسازی بخش های گمرک ها واید و باید جه از وزارت مالیه رای حل مشکلات کنونی در این وزارت نه، بل این کار فساد را در این بخش ها افزایش خواهد داد. تغییرات ساختاری در وزارت مالیه به لحاظ جدا کردن بخش عواید و گمرکات باید در 5 سال گذشته انجام می شد و به شکلی که فعلا انجام شده این تغییرات به جا و سنجیده نبوده. که منگه دری مستقلی داری را مستقو مانا دا چه ولس مشر در مالی وزارت مشخص دنده و مسئولیتونه یوازی او یوازی ارک تا انتقالوی. از سویم شمار از نمایندگان مردم در مجلس با در نظر داشت مشکلات بزرگ در 5 سال گذشته در وزارت مالیه، این تصمیم رئیس جمهور را به مشوره با مجلس پرسش برانگیز می دانند. در اوسه پوری په دغه اړه هیڅ قسم ته خبره د ولسی جرګې سره نه ده شریک شوی چې دغه په خپل د ولسی جرګې په چارو کې مستقیما د حکومت لاسوهنه ده. په زرهاو په زرهاو موږ خلک تحصیل او درس ویل بیکاره ګرځي، یو شخص ته درې او څلور ورځې پیور کې دا په دې معنی چې دا په فساد سره شریک ده. چې سره هغه ما کوي چې هر څه ممبای اې دی په اختیار کې وي چې یو اعتمادي شخص پر بل چا اعتماد نشي کولای. همزمان با دستور رئیس جمهور برای جداسازی 3 بخش مهم گمرک ها، خزاین، عواید و بودجه از وزارت مالیه، انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا تجزیه وزارت مالیه افغانستان را به بی دست و پاسازی این وزارت تشبیه کرده است. از سوی هم الیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا انتقال صلاحیت های وزارت مالیه به ریاست جمهوری افغانستان را نگران کننده خوانده است. و در حالی که در سراسر جهان بیش از 1,200,000 تن به ویروس کرونا گرفتار شدند، امروز در سراسر چین از بیش از 3,000 قربانیان ویروس یاد بود شد. حکومت چین قربانیان ویروس کرونا را شهید گفته، اما خانواده های برخی از قربانیان از شوی به خاک سپاری نزدیکانشان انتقاد داشتند. بیننده‌های گرامی، با پخش گزارش در این باره محور امشب هم به پایان میرسد. وقت بخیر. روز شنبه پس از در حدود 4 ماه از نخستین شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان چین، مردم از قربانیان بیماری کووید 19 یادبود کردند. چین میگوید که ویروس کرونا جانهای بیش از 3300 تن را در این کشور گرفته است، اما این آمار با دیده شک نگریسته می شود. در ایالات متحده کاخ سفید میگوید که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر در این کشور به تمامی امریکایان توصیه کرده است که در بیرون از خانه ماسک بپوشند، به ویژه هنگامی که در نزدیک مردمان دیگر باشند. اما رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید که خودش ماسک نخواهد پوشید.